درود بر شما عزیزان و همراهان امیدوارم که شاد و سلامت باشید امروز میخوام در مورد یه مسئله خیلی مهم صحبت کنم که خیلی هم مطالب علمی زیادی در موردش نوشته شده و مقالات زیادی هم در این زمینه وجود داره ارتباط دیابت، قند خون، انسولین با بیماری های پروستات، بزرگ شدن پروستات یعنی افرادی که دیابت دارند و, و ریسک خطر ابتلا به بزرگی خوشقیمه پروستات دارند بنده دکتر علی اکبر کرمی جراح متخصص کلیه مجرای ادراری اورولوژیست فروشی پاندرولوژی از رایت دانشگاه در خدمت شما هستم امیدوارم که ویدئویی که تقدیم شما میکنم مفید فایده قرار بگیر خب. همونطور که عرض کردم میخوام در مورد تاثیر دیابت قند خون و افزایش انسولین و ارتباطشون با بزرگی خشخی پروستات با شما صحبت کنم اصولا دیابت خودش تاثیر سوی در سیستم ادراری داره یعنی دیابت باعث میشه که به مرور زمان حتی قند هم تقریبا کنترل بشه آسیب به های مسانه بزنه به بافت کلیه آسیب بزنه و این مشکلات رو ایجاد کنه به وقتی به بافت کلیه آسیب میزنه معمولاً باعث نارسایی کلیه میشه که یکی از عاملهای مهم نارسایی کلیه دیابت هست و عامل دومش خون یعنی سی درصد مشکلاتی که در کلیه ها وجود میاد از دیابت هست و بیش از درصد بسیار بالایی از نارسایی کلیه مربوط به دیابت و فشار خون هستش و ممکنه باعث کم شدن حجم ادرار فشار خون بعدی بشه و مشکلات دیگه هم ایجاد کن اما بر مسانه چه تأثیری داره دیابت به مرور زمان مثل تمام جاهای بدن عصبهای بدن رو آسیب میزنه چرا که جریان خون قبلا هم توضیح دادم دیابت باعث تنگی جریان خون روخ و کمی جریان خون میشه و برای همین ممکنه که با آسیب جدی به عصبهای بافتای مختلف بزنه مثل عصبهایی که به چشم و های پاها و عصبهای مسانه افرادی که دیابت بیش از ده سال دارن و متاسفانه کنترل دیابت خوبی نداشتن معمولا مشکلات ادراری خیلی جدی دارن چه آقایون چه خانم ها اینها مشکلاتی هستش که قندخون خون و دیابت بر, بر, سیستم ادراری میذاره خود به خود باعث اشکالات دفع میشه اما موضوعی که واقعا جدید هست و میخوام راجع صحبت کنم دیابت و تاثیرش بر پروستات هست بر بزرگی خوشقیم پروستات دیابت خیلی روی موضوع انسولین رو فکوس نداشتن چندین ساله که روی موضوع انسولین دارن تحقیق میکنن یعنی مقاومت به انسولین و سطح انسولین بالا میدونید که انسولین خودش فاکتور رشد هست در بدن و خیلی جاها انسولین و ممان فاکتور رشد و حتی انسولین لایک گروس فاکتور هم داریم یعنی فاکتور رشدی که کپی انسولین هست و استفاده میشه من حتی دیدم در باشگاه بدنسازی به با عنوان فاکتور رشد استفاده خود انسولین نه و ولی های رشدی که شبیه انسولین هستن برای همین اگر جای انسولین بالا باشه در بدن حتما رشد بافتای مختلف رو به دنبال داره برای پروستات هم همچین موضوعی مطرح شده افرادی که دیابت، پر دیابت و مقاومت به انسولین دارند انسولین بالایی در بدنشون ترشح میشه البته نوع دو دیابت نوع دو در نوع یک که خب ما متاسفانه تولید انسولین مشکل داریم اما در نوع دو که مقاومت به انسولین وجود داره انسولین بالایی در بدن وجود داره و این انسولین بالا چون خودش باکتری رشدی باعث افزایش رشد بافت پروستات میشه و در سرین پایینتری مشکلات ادراری جدی و به وجود میاره شما الان تصور کنید یک فرد در اثر دیابت دچار مشکلات مسانهی شده اصابهای مسانهیش آسیب دیده کلیه آسیب دیده پروستات هم بزرگ بشه این افرادی که دیابت طولانی مدت از چل سالگی رو تجربه میکنن پس از ده سال مشکلات ادراری پروستات و کلیه ایشون خیلی جدیه و این باعث میشه که مشکلات ادراریشون رو سریعتر نیاز به درمان بده کنن شاید افرادی که دیابت ندارن تا سن 50 سالگی اگر مشکل ارسی نداشته باشن نیاز به درمان خاصی برای پروستات ندارن افرادی که دیابت دارن احتمال زیاد بعد از ده سال از اینکه دیابتشون گذشته به درمان خیلی خیلی مهمه سیستم ادراری نیاز دارند و یعنی قطعا و به زودی نیاز به درمان سیستم ادراری پروستات و مثانه دارن اینها اگر من با یکی از همکاران فوق تخصص قدرت صحبت می کردم گفتن اگر کنترل باشه این کار به تأخیر می افته. یعنی بعد از 60 سالگی شاید باشه ولی در کل افزایش قند خون همراه با افزایش انسولین و از اون طرف افزایش سایز پروستات حجم پروستات در سر انسولین که در مقالات مختلفی من مطالعه کردم و میبینم الان جلو چشمه که در پاپ تعداد زیادی از مقالات در این مورد کار شده و دیدن افرادی که سطح انسولین بالاتری دارن مقامت به انسولین درشون وجود داره پروستات رشد پروستات زودتر از افرادی هستش که این مشکل رو ندارن و مشکلات ادرالیشون زیاد میشه در واقع خیلی سریعتر و زودتر در سن پایین تر نیاز به درمان پروستات چه جراحی چه دارویی دارن برای همین توصیه میشه سطح انسولین خودتون حتما اندازه بگیرید توصیه هایی که همکارم فوق تحصیل قدرت میگن منده واقعا سواد قدرت و متابولیسم ندارن در رشته خودم عرض میکنم ولی این توصیه هایی هست که در مقالات خوندم اگر یک ق... کنترل قند خون همیشه طبق استانداردهای المللی که پزشک دیابت و قند خون بهشون میگه اون عدد رو کنترل کنن که معمولا اندازه‌گیری قند خون سه ماهه با هموگلوبین A1C دو اندازه‌گیری انسولین این خیلی مهمه افرادی که سطح انسولینشون بالاتر هستش خب احتمال به بیماری خوشگلی پروستاتشون بالاتره پس سطح انسولینشون باید حتماً کنترل بشه و توسط پزشک محترم دیابتشون این سطح انسولین ذکر بشه و کنترل شده باشه وقتی که سطح انسولین بالا میره این رشد زیاد میشه سه کنترل قند خون بر مساله مسانه افرادی که در سن زیر 50 سال مشکلات ادراری ناشی از دیابت پیدا کردن اینها باید هرچه چه سریعتر برای درمان مشکلات ادراریشون یا اختلالات مسائنه اینشون مراجعه کنن که این اختلالات مسانه در آینده باعث مشکلات جدیتری در بدنشون نشه چرا که همزمانیه در مقالات نوشته که همزمانیه مشکلات مسانه ناشی از دیابت و بزرگ شدن ناشی از انسولین میتونه فرد رو دچار اختلالات شدید ادراری و نارسایی کلیه بکنه نارسی کلی از یک طرف ناشی از انسولین یک طرف دیگه ناشی از تخلیه ناکافی ادرار میشه جالبه که جالبه که یکی از اولین علائم دیابت نوع دو در افراد میتونه پر ادراری و پرنوشی باشه یعنی پرنوشی باعث پر ادراری بشه و فرد اون موقع بشه که دیابت خودش متوجه بشه و تشخیص داده بشه جمع میکنم خود دیابت باعث آسیب عصبهای مثانه میشه باعث افزایش انسولین میشه نوع دو مقاومت به انسولین وجود داره افزایش انسولین در موارد مقاومت به انسولین باعث بزرگی بیش از حد پروستات و مشکلات جدی خواهد شد و بماند دیابت چه تاثیرات دیگر سویی در بدن داره مشکلات نوزی رو که بارها گفتم صحبت کردم مشکلات عصبی اندام ها و اعضای بدن رو هم ایجاد میکنه امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید در پی کنترل دیابت باشید قبلا هم گفتم در ویدئوی به نام سبک زندگی گفتم که دیابت رو میشه با یک مثلث خیلی خوب کنترل کرد ورزش دارو و رژیم مراقب خودتون باشید هیچ پزشکی بهتر از خودتون برای خودتون نیست